اینطوری خوبه؟ تحریه حقیقت یعنی به جستجوی حقیقت پرداختن. یعنی هر کسی خودش باید به دنبال حقیقت باشه و با فکر و کوشش خودش اون رو پیدا کنه. برای این کار باید تقلید رو کنار گذاشت و از دنبال روی بی فکر و بی اندیشه از عقاید و نظرات دیگران دوری کرد. و هر کس خودش با چشم و گوش باز و عقل و انصاف حقیقت رو پیدا کنه. این کار نیازمند تفکر و مطالعه و تحقیق گسترده و عمیقه. با وجود همه اینها تأثیر خانواده، جامعه و محیط زندگی رو حداقل تا زمانی که انسانها خودشون به توانایی تحقیق و رشد فکری انجام این کار نرسیدن نمیشه نادیده گرفت. شما خودتون چقدر تأثیر گرفته از خانواده، جامعه و محیط زندگیتون در تصمیمات و انتخاباتون بودید؟ توی خانواده مسلمان و باهایی بزرگ شدم و توسط پدر مادری که خیلی مذهبی نبودن و در دوران انقلاب ناخودآگاه مثل خیلی های دیگه من از مذهب و همه چی دور شدم، ولی بعد از اینکه به امریکا مهاجرت کردم کم کم با جوانای باهایی که بودم و اینا کلاس های باهایی شروع کردم رفتن و مطالعات زیاد میکردم و ناخودآگاه فکر میکنم که شروع کردم به اصطلاح این سوال اینه که دلم میخواد خودم پیدا کنم، نه به خاطر اینکه پدرم چی گفته یا مادرم چی گفته، و این به اصطلاح اشتیاق درون من ایجاد شد که خودم به دنبال به اصطلاح مذهب و روحانیت و اینای خودم باشم. مطمئنن محیطی هر کسی درش رشد میکنه و بزرگ میشه و اطرافیان که دورش هستن روی هر کسی یه نفوذی داره و به نظر من یه نقطه شروعی هست برای اینکه از یک باوری شروع بکنه. ولی از اونجایی که انتخاب دین در گردباهی یکی از فرائضش تحریه حقیقت شخصیه، من یاد دارم که در زمان دبیرستان و از اون موقعی که به سن بلوغ میرسی به یه مرحله رسیدم که همه چیز رو زیر سوال بردم، حتی وجود خدا رو زیر سوال بردم، چه برسه که به چه دینی میخوام داشته باشم. و تا زمانی که خودم نتونستم با خودم کنار بیام و برسم به یه جایی که به خدا باور داشته باشم و بین ادیان یه دینی انتخاب بکنم، به صورت تحمیلی چیزی رو نپذیرفتم و چون پدر و مادرم باهائی بودن من خودم دیانت باهائی رو قبول نکردم. من فکر می‌کنم اگر ما به زندگی رفتگان و بعد به زندگی خودمون نگاه کنیم، شاید بیشتر در انتخاب این که حقیقت چی است و ما دنبال چی می‌گردیم بیشتر راجبش فکر کنیم و از اون چیزی که انتخاب می‌کنیم به عنوان حقیقت در نهایت زندگیمون راضی باشیم، بگیم چه خوب شد که من وقتم رو به چیزای بیهوده هدر نکردم. و راه‌های مختلفی هست، آدم با افرادی که در این قضیه تفکر کردن بشینه صحبت بکنه. بازم برمیگردیم برای من به دعاها و مناجات هایی که خداوند ما داده در آثار بهایی، به نظر من یکی از بهترین جاهاست که میشه این پیدا کرد که ببینیم خداوند چه جوری فکر کنه راجع به حقیقت و ما باید تمرکز خودمون و حواسمون رو کجا بذاریم. خب قطعا آدم پایه ها ریشه ها از خانواده میگیره و حالا سنی که به عنوان اعلام این مطلب عنوان میشه سن 15 سالگی شاید یکم یه زود باشه برای اینکه آدم به اون پختگی یا درک لازم رسیده باشه برای اینکه تصمیم قطعی رو بگیره، ولی هیچ وقت این قضیه متوقف نمیشه. یعنی تو بعد از اینکه اعلام کردی به این معتقدی همیشه این جستجو میتونه ادامه داشته باشه و این مهمه که هیچ وقت ما متحجر نشیم تو چیزی که باور داریم بهش و همیشه دنبال چیزی باشیم که میتونه کاملتر و بهتر باشه، حالا ولو اینکه کاملا مخالف اون چیزی باشه که تو پیش عقیده داری. من یه اعتقادی دارم در مورد حقیقت که حالا ممکنه یه کمی عجیب باشه. من فکر میکنم حقیقت یه چیز کرویه، یه چیز مستطح نیست که بشه از یه طرف دیدش. بنابراین هر کسی دیگه از هر زاویه دیگه که اون حقیقت رو میبینه فکرش میتونه به من کمک بکنه.
تبادل نظر با اون فرد و من یه زاویه‌ای از دید کاملا مخالف اون جهتی که من دارم می‌بینم و این کاملا جامعیت حقیقت رو من می‌شناسم که حقیقت از اون طرف چطوری دیده میشه و اون طرف چطوریه، این طرف که من وایسادم اینجوری می‌بینمش، ولی کسی که در زاویه دیگه هست آیا همینجوری می‌بینه؟ و جمع کردن این درک ها، این در واقع برداشت ها یک کلیتی به ما بده که میتونه باور ما رو نسبت به حقیقت و درک ما رو نسبت به اون خیلی واقعی تر بکنه. میگم بی خود نیستا، از اول گفتن که هر کسی باید خودش بره دنبال چیزی که دنبالش میگرده رو خودش تحقیق کنه و پیدا کنه. چطور؟ و تا از یه منبع موثق پیدا نکرده چیزی رو بی خودی نگه. برای اینکه من الان دارم واسه بچه ها دنبال چیزی میگشتن، یه مطلب تحقیقی واسه مدرسه، خب اینترنت خیلی خوبه دارم میره، ولی انقدر چیزای مختلفی داره که تو رو یه موقعی گیج و گم هم میکنه بدتر. من گفتم بیام حالا کمکشو، حالا خودم هم بدتر گیج شدم توی چیزایی. خب چرا باید برین کمی کتاب خونه و آره باید برین. حالا آدم کارم داره میگه شاید این کارشو راحت تر بکنه، ولی آره یعنی همین اشکالیه که الانی کمی اینترنت ایجاد کرده دیگه، خیلی همه مطالب خوب توش وجود داره و خیلی هم سریع بهش دسترسی پیدا میکنی. منطقه دیگه الان خصوص همین نسل آره فهم میکنن همه چی همین تو پیدا میشه دیگه، یعنی حلال مشکلاتشون این کامپیوتره ازشون بگیری و اینترنت دیگه همه چیشون نابوده. آره. خودشون عادت نکردن به این که باید برن دنبال ماجرا بگردن، به خاطر همین الان تو مدارس هم هی بهشون منابع مختلف میدن، یعنی میگن فقط به یه جا تکیه نکنن دیگه. آره همه رو چیز کرده دیگه، یعنی جدای از تمام محاسنی که داره اصولاً آدم ها رو میذاره از نظر ذهنی به نظر من کند کرده. یعنی اینکه آدم ها رو خیلی همینجوری وابسته است به این دیگه، آدم این هستی حالا خود ما ها مثلا این تلفن الان نباشه دیگه هیچ کس هیچ چیز رو به حافظش نمیسپره. آره به خاطر همین هر چیز رو داریم بلا فاصله، خیلی دسترسی ها رو به همه چی راحت تر کرده تکنولوژی، ولی خب این قضیه ای که هر چیزی رو آدم خودش باید تحقیق بکنه راجبش رو پیدا بکنه رو آدم ها از آدم ها گرفته. آدم ها خیلی همطوری سطحی و زودگذر از همه چی رد میشن. بیشتر عادت کردم به خاطر بهایی بودن که این تحریه حقیقت چقدر مهمه و تا چیزی رو خودم با چشم خودم نبینم و با گوش خودم نشنوم اونقدر باور نمی کنم. ولی در این حال آدم بالاخره تو زندگیش انسانهایی هستن که بهشون اطمینان داره. سو اگر یک نفر یه حرفی رو به من میزنه یا یه مطلبی رو عنوان کرده روی فیسبوک یا هر چیز دیگه که به نظرم جالب میاد، به خاطر اون کسی که اون رو نوشته شاید یه مقدارش رو باور بکنم، ولی با این حال میگم از روی عادت اینی که هر انسانی باید بره حقیقت رو خودش پیدا بکنه، ناخودآگاه خودم رو پیدا میکنم که دارم دنبال حقیقت خودم میگردم و واقعیت اون مطلب رو همیشه دوست دارم که خودم پیدا کنم و مطمئن باشم راجبش. من فکر می‌کنم این خیلی نکته مهمیه، برای اینکه مطمئنن خیلی سعی برای این هست که ادهی رو به یک باورهایی برسونن به وسیله میدیا و به وسیله تمام وسایل ارتباط جمعی، و خوبه که انسان عقل خودش رو همیشه به کار ببره در هر موردی که میخونه و مطمئن بشه که اون از سورس‌های مختلف از منابع مختلف با هم چک بکنه. یعنی شما بارها بارم این حتی میدیا در کشورهای خیلی پیشرفته غربی هم یه تا یه حدودی یک حالت بی‌طرف ندارن و اونها دوست دارن که همه رو به یک باوری برسونن، و ما باید شخصا هر کدوم مواظب باشیم که کورکورانه یک مطلبی رو نپذیریم و دنبالش رو نگیریم. و میشه که همه مطالبی که مطرح میشه، موضوعی که مطرح میشه، اتفاقاتی که میفته، مسائلی که به عنوان خبر دارن به ما میدن، اینها رو خودمون هم عقلمون رو به کار بگیریم و همین که بتونیم از منابع مختلف اون رو چک بکنیم که بتونیم به یک باوری که بهش مطمئنی تونیم باشیم برسیم. آره دیگه بی خودی نیست، قضیه تحری حقیقت دقیقا
واقعا هر کسی باید دنبالش بره اون رو پیدا بکنه دیگه. یه ذره نیاز به چیز داره دیگه، یه ذره نیاز به پشتکار داره، همت و پشتکار داره. آره، یعنی آدم خودش اگه به چیزی علاقه‌منده باید بره و جستجو بکنه و هی از منابع مختلف پیدا بکنه. حالا خوشبختانه الان اینترنت هم اومده، خودش دسترسی به چیزی راحت تر کرده، ولی نمیشه فقط به این اکتفا کرد. برای کارهای خیلی خوبه، برای همه کارا خوبه، ولی یه کارهایی رو کاملا مسئله آدمو حل میکنه، ولی برای یه جاهای بیشتر انقدر هیچ مختلف وجود داره، بعضی جاهاش انقدر زد و نقیزه که آدمو گیر میندازه، برای آدمو گمراه میکنه. انقدر این دنیا سریع داره حرکت میکنه که این عمق رفتن رو از آدمو گرفته. دقیقاً همه شدیم یه آدمای سطحی زودگذری که فقط میخوایم اطلاعات بیشتری به دست بیاریم بدون اینکه وارد عمقش بشیم. آره. ولی خب هر چی زودتر جواب بده بهتر، طول نکشه چیزی. واقعا بخوایم به بطن یه چیزی بریم، باید وقت بذاریم براش، انرژی بذاریم، سطحی و گذرا نمیشه داشته باشیم. ببینید الان زمانی شده که انقدر مطلب فراوونه به صورت اینفورمیشن. اگر کسی فقط بخواد دائم حواسش این ور بره اون ور بره به خاطر این سیل اینفورمیشنی که به طرفش میاد، 70 عمرم که داشته باشه و هیچ جا نمیرسه. اول باید هدفش معلوم باشه. تو وقتی هدف داری به همه اینفورمیشن ها نمیتونی دقت کنی. من که نمیدونم هم مطلب راجع به طب میاد، هم مطلب راجع به روان درمانی میاد، هم مطلب همه اینا رو توی عمر نمیتونم بگنجم. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که انسان میتونه بکنه اینی که هدفی نداشته باشه و هر چیزی بادی میوزه اونم به اون طرف بره. پس وقتی هدفت مشخص میشه باید ببینی که توی این هدف مشخص تو چجور اطلاعاتی رو میخوای بهش توجه بکنی که تو رو به یه مقصدی برسونی. حضرت ابو بهان فرمودن وقتی زبون انسان زبونش رو به صورت بدی استفاده میکنه، تاثیر بدی رو دیگران میذاره، انتقاد میکنه، عیب جویی میکنه، بده. وقتی حسن دیگران رو میبینه، خوبی ها رو به زبون میاره، خوبه. این فرمیشن هم مثل همین میمونه. نمیتونی بگی بده، نمیتونی بگی خوبه، بسته میگه تو باش چی کار میکنی. آیا هدفی داری از اینکه میری تو یوتیوب؟ آیا هدفی داری میری تو این فیسبوک؟ آیا هدفی داری به ایمیلت نگاه میکنی؟ اون هدف چیه؟ وگرنه یه سیلی از ایمیل میاد پایین، اگه میخوای باش بری روز تموم میشه و 70 تا چای یه متری زدی به جام نرسیدی. من فکر میکنم یه چیز ریشه‌ای که میتونه به ما کمک بکنه اینکه ما اول بفهمیم دنبال چی هستیم. آیا دنبال چگونگی های زندگی هستیم که حالا چطور زندگی بکنیم، چطور بکوشیم، چطور علاقه بگردیم، همه اینهایی که چطورها و چگونگی ها هست دنبال اون باشیم، یا دنبال چراهای زندگی باشیم. اصلا من چرا زنده هستم، چرا اینجا هستم. این اگه دنبالش باشیم دیگه این اطلاعات سطحی ما رو درگیر نمیکنه، خود به خود میدیم دنبال پایه‌هایی که اساسی تره و فکر میکنم اون وقت میتونیم خیلی دقیق‌تر و عمیق‌تر برسیم به اون چیزی که دنبالشیم، نه فقط اون چیزی که مخارم ما رو به سمتش هدایت کنه. وجود دنیای مجازی و اینترنت در سالهای اخیر دنیای امروز و نوع ارتباطات و جابجایی اطلاعات رو دیگرگون کرده. امکان دستیابی سهل الوصول به هر نوع اطلاعاتی در هر گوشه ای از دنیا و در کسری از ثانیه، جدای از محاسن امکاناتی که ایجاد کرده، این ذهنیت رو علل خصوص در نسل جوان هم ایجاد کرده که اینترنت حلال همه مشکلات و از همه چیز سطحی و گذرا عبور میکنن و هر چیزی رو که میبینن و میشنون بدون اینکه نگاه دقیق‌تر و عمیق‌تری روی اون میکنن قبول میکنن و پذیرای اون میشن. با وجود رخنه هر روزه تکنولوژی و اینترنت در لحظه لحظه زندگی امروزی و دستیابی آسان و بی‌دردسر به هر مطلبی، آموزش و استفاده صحیح و درست از اون در کنار آموزش تعمق و تفکر برای گریز از نگاهی گذرا و سطحی به مسائل زندگی و عمیق‌تر شدن و دقیق‌تر شدن به اونها میتونه آینده روشن‌تری رو پیش روی همگان قرار بده.